اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیه 66. و اگر آنان به احکام تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به آنان نازل شده عمل کنند و از آسمان و زمین روزی خواهند خورد، گروهی از آنان میان رو هستند، ولی بیشترشان اعمال زشت و ناپسند انجام می دهند. یا پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل می شود به مردم ابلاغ کن، و اگر ابلاغ نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خدا تو را از گزند مردم مفسد مسون می دارد. خدا گروه کافران را هرگز هدایت نمی کند. بگو ای اهل کتاب، شما هیچ موقعیتی ندارید مگر اینکه به احکام تورات و انجیل و آنچه برای شما از جانب پروردگارتان نازل شده است عمل کنید. لکن آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به کفر و سرکشی آنان می افزاید. بنابر این از مخالفت این جماعت کافرکیش غمگین مباش. از آنان که ایمان آورده اند مسلمانان، و از آنهایی که یهودی شده اند، و از پیروان سایر پیامبران و مسیحیان، هر کس به یگانگی خدا و روز آخرت قلبن و با خلوص نیت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، هیچ ترس و اندوهی برای او نخواهد بود. ما از بنی اسرائیل تعهد ایمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی آنان فرستادیم، ولی هر زمان پیامبری برخلاف تمایلات آنان می آمد، عده‌ای را تکذیب و عده‌ای را می کشتند و گمان می کردند که مجازاتی در کار نخواهد بود، و از دیدن حقایق و شنیدن گفتار حق کور و کر بودند. سپس به خود آمدند، خدا آنها را بخشید، دگر بار به خواب غفلت فرو رفتند. بسیاری از آنان کور و کر شدند و خدا به اعمال آنان بیناست. آنان که قائل به خدایی مسیح ابن مریم شدند به کفر گرویدند، در صورتی که مسیح خودش به بنی اسرائیل گفت: خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید. هر کس شریکی برای او قرار دهد، خدا بهشت را به او حرام کرده است و جای او آتش است، و کمکی برای ستمکاران نخواهد رسید. آنان که گفتند معبودان ما سه نفرند، پدر، پسر، روح القدس، به کفر گرویدند. آنان که گفتند معبودان ما سه نفرند، که همین تو پرانتز نوشته پدر، پسر، روح القدس، به کفر گرویدند. زیرا خدا تنها خدای یکتاست، و اگر از آنچه میگویند خودداری نکنند، عذابی بس دردناک بر کافران آنها خواهد رسید. آیا توبه نمی کنند و به سوی خدا باز نمی گردند
و از او طلب آمرزش نمی کنند؟ همانا خدا آمرزنده مهربان است. مسیح ابن مریم فقط پیامبر خدا بود. قبل از او نیز پیامبران دیگری بودند. مادرش نیز زنی بسیار راستگو و درست کردار بود. هر دو غذا می خوردند. بنگر چگونه دلایل و شواهد را برای آنان آشکار می کنیم. باز بنگر که چگونه آنان از حق منحرف و دگرگون می شوند. بگو آیا جز خدا کسی را می پرستید که مالک سود و زیان شما نیست و خدا شنوای داناست؟ بگو اهل کتاب، در دین خود غلو و زیاده روی نکنید و سخنانی غیر از حق و حقیقت نگویید و از هوا و هوس جماعتی که قبل از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه ساختند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نکنید. از بنی اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم لعنت شدند. این به خاطر آن بود که گناه و نافرمانی می کردند و از حدود احکام خدا تجاوز می نمودند. آنان از اعمال زشتی که انجام می دادند همگی را نهی و سرزنش نمی کردند. ببخشید، همدیگر را نهی و سرزنش نمی کردند. چه بد اعمالی که مرتکب می شدند. بسیاری از آنان را می بینی که با کافران طرح دوستی می ریزند. چقدر اعمال زشتی که از پیش خود فرستادند. و خدا بر آنان خشم گرفت و پیوسته در عذاب خواهند بود و اگر آنان به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده است ایمان می آوردند کافران را به دوستی خود اختیار نمی کردند ولی اغلب آنان افرادی منحرف و فسادکارند. یهود و مشرکان را در عداوت و دشمنی سرسخت ترین مردم نسبت به مؤمنین خواهی یافت، ولی آنان که میگویند ما مسیحی هستیم نزدیک ترین دوستان به مؤمنین است. این به خاطر آن است که در میان آنان افرادی دانشمند و راهب وجود دارد و آنان در برابر حق و حقیقت کبر و غرور نمی ورزند. ببینید، این مطلبی که در مورد یهودیات دائما هیدار خداوند در کتاب قرآن تکرار می کنند که دشمن مسلمان ها هستند، در اون زمانه، چون که اون قرآن در طی 22 سال نازل شده که هر وضعیت و شرایطی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش اومده جبرئیل نازل شده، فرمودن این کار بکنه اون کار نکنه. خب یهودی ها خیلی ستیزه می کردن با پیامبر، اما ربط به الان نداره که این جمهوری کفری مسخره بازی را خودش در میاره. اصلا ربطی به مسلمان، مسیحی، زرتشتی، وهابی، باهایی، من چه میدونم، هر چی متعلق به هر دین، هر حزبی، هر چی، هم مسالمت آمیز میتونن زندگی کنن مثل زمان شاهنشاه. این ربطی به گروه و این چیزا نداره. کسانی که بخوان واقعا آسوده و راحت زندگی کنن در کنار همدیگه
هر کس آزاده. اون که حضرت کورش اون زمان میگه توی کتابشون چیزا همه هست که هر کس آزاده هر دینی رو انتخاب کنه که ضرر بر دیگران نداشته باشه. خب نداره، اینا همه کتابای آسمانی دارن زندگی میکنن. این شمشیر کشی به روی این کشیدن به روی اون کشیدن و این حرکت ها رو کردن و به دنبال جنگ تو سوریه و فلسطین و این ورمه به ما چه؟ ملت ایران دارن گشنگی میمیرن. حالا دیگه منای بیماری و زلزله و این و اون و چیزای دیگه به ما چه ربط داره که شما پا میشید میرید بیمارستان تو سوریه میسازید، خونه میسازید، اینو میسازید، اونو میسازید؟ ملت ایران واجب ترن یا سوریه یا فلسطین؟ فلسطین به ما چه ربط داره؟ یه مش ملت ناآروم. حالا میگه آه فاطمه رونی دستشان دیگه بوده، اسرائیلیه، اینه، اونه. الله اکبر. یه مش ملت یه ذره چشماتون رو باز کنید، داریم هممون نابود میشیم. یه ذره چشماتون رو باز کنید ببینید داره چی به سرتون میاد، به خاطر تهمت ها، به خاطر چرت پرت ها، به خاطر در نظر نگرفتن خدا، قدرت خدا که همه رو از اون اول تا آخر یا به پای آمریکا نوشتید یا به پای انگلیس یا یهود یا این یا اون. بابا چشاتون رو باز کنین، بچه فرزندان شما امنیت میخوان، چه مالی، جانی، مکا دیگه دارین بین میپاشه. فقط همینمون مونده بشه کشورهای آفریقایی که همه با توپ و تانک بیان بیرون که امنیت داشته باشن. پناه به خدا میبرم. میفرمان که هر زمان آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشمهای آنان را میبینی که پر از اشک شده است. این به خاطر حقیقتی است که دریافتند. آنان میگویند پروردگارا، ما ایمان آوردیم و ما را با گواهان پیامبر و صالحان منظور بفرما. برای چه ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است ایمان نیاوریم، در حالی که امیدواریم که خدا ما را جزء گروه صالحان قرار دهد؟ و خدا به خاطر این گفتار پسندیده بهشت هایی بر آنان پاداش داد که در آن نهرها جاری است و جاودانه در آن خواهند بود و این پاداش نیکوکاران است. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاک و خوب که خدا برای شما حلال کرده است بر خود حرام نکنید و از حدود احکام خدا تجاوز ننمایید که خدا تجاوزکاران را دوست نمی دارد. از نعمتهای حلال و پاکی که خدا برای شما روزی قرار داده است بخورید و از خدایی که به او ایمان آورده اید بترسید.